امروز براتون یه دونه محصول آوردم که بچگیامون تو فیلم ها میدیدیم، جیمز باند رو اینا نگاه میکردیم اینطوری دستشو میذاشت قفل واز میشد، ولی خب الان دیگه خیلی روتین شده. زمان ما خیلی چیز خفنی بود ولی الان داره روتین میشه و خیلی خفنه. سلام همه دوستان، من سهیلم، اینجا برنامه آنبایس پاس و 4 تا محصول از دیجی کیتی برامون فرستادن که محصولاتشون رو چین تولید میکنه و به برند خودشون میارن و محصولات خفنی هم دارن. این 4 تا محصول چیه؟ دونه دونه براتون میگم، این ویدیو رو حتما نگاه کنید، جالبه، جذابه. قفل اثر انگشت، همش قفل اثر انگشتیه ولی دوتاش برای موتور و دوچرخه است، دوتاش هم قفل آویزیه که حالا برای در و انبار و نمیدونم سالن بدنسازی و حالا هر جایی که شما میخواید استفاده بکنید استفاده میشه. بریم برای آنباکسشون و نقل و بررسیشون. یک عدد قفل اثر انگشتی، یک عدد انگشت و یک عدد گوشی. دیگه کلیدی نداریم دیگه، بریم آنباکسشون بکنیم. 4 مدل محصول دارن. دونه دونه بازش میکنم، دو تا رو بذارم کنار. این فروشگاهی که من معرفی کردم فروشنده عمده این محصوله، یعنی اصلا فروشگاه عمده شه، ولی الان برای بچه آنباکس با اومده یک تخفیفی قرار داده و حالا روی جای سایت های ایرانی رو آمازون فلان اینا داره فروش میره، قیمتاش هم بالاه ولی نسبت به قیمتی که به ما اعلام کردن، یعنی تقریبا من میگم پایین ترین قیمتی که من پیدا کردم همین قیمته، یعنی گفت برو همه قیمتا رو نگاه کن من پایین تر از اون میدم. و الان این قفل های آویزی رو گذاشته 299 تومان، این قفل موتوری رو باشه 399 تومان. حالا بریم برای آنباکسشون ببینیم که اصلا به درد میخوره به درد نمیخوره، میارزه بخریم نمیارزه بخریم. دو مدل قفل آویزی داره که من اینجا براتون باز کردم، ببینید یکیش 9 میلیمتر این آویزش، این یکیش 10 میلیمتر، این 9 این 10. یه دونه دفترچه داره که این سری ما ترجیحاً احتیاج داریم بهش، نمیتونیم بندازیم بره چون که QR کد اپلیکیشنش روشه. یه دونه کابل مینی USB داره که میتونید بزنید به این شارژش بکنید، این هم به همون شکل، اینا هم به همون شکل اینا رو داخلشون داره. اینا هم میذارم کنار دیگه، به دردمون نمیخوره. بریم سراغ قفلا. ما اینجا دو تا قفل داریم که نسبتاً وزن حدود تقریبا من تو اینترنت هم بود حدود 300 گرم بود، بعد ضد برش ضد دیلم نیست، حتی تقریبا نصف قفلای آویزی ضد دیلم نیست تا اونجایی من متوجه شدم، ضد دیلم نیست و دیلم اگه بخوره جایی بزنه تیقه دیلم بخوره این میشکنه. بعد بهتون بگم که اثر انگشتی جفتشون کلید اصلا نمیخوره، یا باید با اپلیکیشنش باز کنید که با بلوتوث ست میشه با این، یا یعنی رمزی که روی اپلیکیشن میذارید با اون رمزه باز بکنید با اپلیکیشنش با اپش، یا باید رمز رو به یکی بدید اون با اون رمز با گوشیش اپلیکیشن بزه باز بکنه، یا اینکه با اثر انگشت که 10 تا اثر انگشت هم روی این قفلا ست میشه. الان من اینو دادم باز شد، اینو دادم باز شد و با هر انگشت دیگه ای هم چون اثر انگشتی روش نیست باز میشه. این مال دوزدینم نیست آخه، این دیلم بخوره خب میشکنه، قفل آویزی اکثرا میشکنه. این مال مثلا اتو میخوای بزنی مثلا به پنجره، دیگه دوز که اتو نمیاد که، اتو میخوای بزنی به پنجره همیشه میخوای سری بازش کنیم فلان. یه اپلیکیشنی داره به اسم، حالا من رو QR کد زدم، مال iOSشون نصب کردم، مال آیفونشون نصب کردم، iLook رو میزنم و این قفل رو میگیرم بغلش، یه دونه میزنم روی قفل، خب پیداش میکنه و الان میگه یه دونه رمز بزن کانفرم کن. اینجا باید حتما رمز 6 رقمی بزنید، اگه بیشتر بزنید جواب نمیده. من میگم 1 2 3 4 5 6 فعلا. خب کانفرم شد و با این قفله ست شد. الان من اگه این دکمه رو بزنم این باز میشه. حالا باید اثر انگشتمو روش ست کنم، تو 10 تا اثر انگشت میشه روش ست کنم. الان من بخوام میتونم باتریش هم زده اینجا چقدر باتری. بریم سراغ باتریش. باتریش لیتیوم ایونیه و لیتیوم ایونی بود. آره فکر کنم لیتیوم ایونیه، فکر میکنم نه پلیمر ایونیش نه، فکر کنم لیتیوم ایونی باشه و
6 ماه یعنی تو توضیحش نمیشه 6 ماه حالت یعنی قابل استفاده است، یک سال هم حالت استنبایش میمونه، ولی فروشندهش میگفتش که 6 ماه تا 9 ماه این شارژ داره. برای شارژ کردن شما باید بیاید اینجا USB این پایینشو بزن، اینجا میتونید یه دونه مثلا پاور بانک همراهتون باشه، هر چند وقت مثلا بزنید یه ذره شارژ بشه. این طراحیش خیلی خوشگل‌تر از اینه به نظر من، ولی خب این مقاوم‌تره دیگه. پشتش یه دونه مارک KT رو زده، حالت نقرش این چیزشه دیگه، دهشه اون نوع، این دهه. اینا IP65 یعنی مقاوم در برابر پاشش آبه، ضد آب نیست، اگه تو آب بیفته خراب میشه. در مقابل ضربه میگفتش که الان نمیتونی تست کنی، میشد تست کنی خوب بود، ولی میگفتش که با ضربه چکش چیزش نمیشه، باز نمیشه، ولی با دیلم باز میشه. خود فروشندهش میگفت اینو، حتی اکثر قفله با دیلم باز، بالاخره در حد قفله دیگه، این فرق. کلید نداره. شما اگر که گوشی تو میخوای عوض بکنی، باید حتما این رمز 6 رقمی یادت بمونه. اگر رمز 6 رقمی یادت بره، داستان داره دیگه. من پسوردی که من میزنم یه سری پسورد دیگه به من میده که اگر یه موقع اون پسورد 6 رقمی رو گم کنم، بتونم با این پسوردهای دیگه بازش بکنم. فکر میکنم دیگه اینجا فینگرپرینت ها رو گفته به هم که کیا روش ستن و فلان و اینا، بلوتوس رو گفته و همین. این رمز 6 رقمیتون نباید یادتون بره، اگر این یادتون بره داستان داره. حالا اگر یه موقع شما مثلا اینو زدی شمال، یکی میخواد مثلا اینو باز کنه، اصلا انگشتم روش نیست، شما رمز 6 رقمی رو بهش میدید، اون اپلیکیشن نصب میکنه 6 رقمی رو میزنه روی گوشی، اونم میاد بالا و میتونه باز بکنه، ولی بعدش باید رمز 6 رقمی عوض کنید که دیگه اون همیشه نداشته باشه. بعد دیگه بهتون بگم که کلا به نظر من خیلی خفنه. بریم سراغ دو تا محصول دیگه. آقا اینا کابل توش بود، ولی خب چون ما از خود ویترینش برداشتیم کابلاش روش نبود، گفتیم کابل دفترچه اینا هم داره تو جعبش، ولی مال ما نداشت. بعد بهتون بگم که اینم به همون شکل، این قفل کابلیشه، اینم قفل مثلا معلومه مال چی هست، مال دوچرخه هست. این مدلی شما میتونی مثلا به یه آهن بزنی بس کنی به دوچرخه، بعد ببندی، چیز خفنی قفل فرمون نیست. ولی آقا این قفل کابلیشه که اینجا یه کابل خیلی محکم داخلشه، اینه برای موتور و دوچرخه استفاده میشه. بعد بهتون بگم که این دوتا هم همینطور IPX65 است، ضد بارونه تقریبا میشه گفت، ضد آب نیستن. این چیه اینجا؟ این مال موتور دوچرخه، اینو شما وصل میکنی به موتور دوچرخه اینجوری، اینو به این صورت میدازی این تو، آره به این صورت میذاره این تو، این قفل میشه اینجوری، همیشه آویزونه اینجا، مثلا این به این میله دو چرخت میزنیم، این آویزونه اینطوری. و این دکمهشو که بزنی یه دکمه اینجا داره، دکمهشو میزنی از اینجا در میاری وصلش میکنی به موتور یه دو چرخت. آقا این حدود 900 گرمه، این هم همینطور فولاد ضد برشه، این چجوری باز میشه. این به این صورت باز میشه، اینطوری میندازی توی میله مثلا با دوچرختون یا حالا با موتورتون، اینطوری بند اینو میبندید و دکمهشو میزنید قفل میشه به این صورت. این دیگه گیر میکنه، خیلی محکمه ولی خب سنگینه نسبتا. جنسش هم جنس کیفیت خوبی داره، دور تا دورش رو ببینیم. حالا اینجا جای ورودی شارژرشه، اینجا جای اثر انگشتشه. الان اینم ببینم، حالا من الان یه دونه اونو ست کردم، اینم میتونم اینم ست کنم با اپلیکیشن، دو تا اون ست کنم. میگیم بغل این اینو میذاری، یه ذره این اثر انگشت دقتش یکم پس میکنم، اونقدر بالا نیست چون نمیتونه بگیره الان. آره فهمم این انگشت رو هم مستقیم میتونه بگیره، نمیدونم چرا. از اینجا هم باز و بسته میشه و اینم این همون. حالا من میخوام برم روی اینو ست کردیم، اینو ست کردیم، بریم روی این یکی. آره میتونی جابجا بکنی، شما میتونی تو لیستش و جابجا بکنی به این قفل، حتی اگر کنار هم این قشنگ بغل هم دیگه بودن جابجا کنی و به این یکی قفل وصل بشی. بریم سراغ این قفل آخر، اینم ببینیدش. خب طراحیش که میبینید چه مدلیه، هر مشکلی که میشه بهش گرفت، این با یه دونه نخ وصل شده به این درکش. چرا باید همچین اتفاقی بیفته؟ این قفلش فرقش اینه که نمیپره بیرون، این
از اینجا نمیپره بیرون و بعد سنگاشو که میزنی بکشی بیرون ولی هنوز شارژ نشده. سنگاشو که میزنی بکشی بیرون مثلا شارژ هم نمیشه، شارژ میزنه الان تازه داره شارژ میشه. مثلا سنگاشو میزنی بکشی بیرون و میزنی دوباره سنگاشو بزنی داخلش قفل بشه. یه چیز تو مایه اینه، مثلا اینا نیست که بپره بیرون. از نظر کیفی جنس این خوبه و خیلی محکمه. اگر ویدیو من توی یوتیوب میبینید سابسکرایب کنید، یادتون نره زنگوله رو بزنید. اگرم که توی اینستاگرام میبینید فالو کنید، لایک کنید، کامنت کنید و دوستاتون بفرستید. اگر میخواید اینا بخرید که پیجشون رو گذاشتم توی اینستاگرام هم پایین گذاشتم لینکشون رو، برید باشون صحبت کنید، خرید کنید. تخفیف گذاشته ولی تا یک هفته تخفیف باشه، چون قیمت اصلیش 5600 تومانه، 500 تومانه، اینا 700 تومانه، 800 تومانه. تا یه هفته تخفیف باشه، هر کی با اسم آنباکس فابر ازش خرید بکنه اینا 299 تومان یا 399 تومان تخفیف که تونستم براتون بگیرم این بود و همین دیگه. خیلی مخلصیم، حمایت کنید.